نظر شما چیست به باور ما علی ظاهر خو روسا از یکی مواد مخدر روسیه رو به شدت نشانه گرفته و بعد از آمدن حضور قوی خارجی در افغانستان و یک گراف تولید و تورید و مواد مخدر و ترانزیتش بسیار افزایش پیدا کرده و معبری که به اصطلاح از این طریق میره در تاجیکستان افغانستان است و روسیه و یقینا از این ناحیه بسیار نگران هستند و تصور و باور روسا فکر میکنند غربی ها قصد دارن آمدن مواد مخدر در افغانستان اونا مهار نمیکنند و روسیه را هدف قرار اما علی ظاهر موضوع همگرایی منطقه یا مبارزه با تروریسم بحث دیگه است که روسا رو مشوش داده خصوصا روسا که فعلا آمریکایی ها در افغانستان حضور داره قوای غربی در افغانستان ناتو حضور دارد روسا کم راحت تر هستند اما از حضور دوامدار از اینام بر نگران هستند از رفتن عقبگرد ناگهانی شان اونا تشویش و نگرانی دارند به خاطر اینکه اونا فکر میکنن با رفتن از اینا خلایی که در افغانستان ایجاد میشه یک بار دیگر حامیای تروریسم در منطقه از استفاده میکنند روسا هم شما میفهمید در منطقه تاتارستان و چیچن مشکلاتی دارد و اونا در ترکیب مثلا مبارزات مسلحانه که در افغانستان صورت میگیرد در ترکیب از گروپ ها اونا شامل هستند روسان نگرانی دارند که با رفتن ناتو در افغانستان دفعتا تحول که در منطقه میاد اونا آسیب پذیر میشد ما فکر میکنم بیشتر روسان میخواد که بعد از به تحت چتر مواد مخدر یا همگرایی منطقه ای یا تجارت و ترانزیت مواد اقتصادی روسا بیشتر نگران است با رفتن آمریکایی خلایی که ایجاد میشه باید از قبل باید رابطه دوستانه با پاکستان داشته باشد افغانستان رو با خود داشته باشد تا بتواند به اصطلاح تشویش ها و نگرانی هایی که ناحیه چچن و داغستان رو بر متوجه از اوناست این از قبل مهار کرده باشه میخواهد به اصطلاح این جبران بکنه و در حال حاضر هم میخواهد که به اصطلاح پاکستان افغانستان در به اصطلاح اطمینان بده از طرف خود به اصطلاح مطمئن بشه که اینا بر رفتن قوی خارجی هم تاکید داشته باشه بله سپاسگزارم آقای مجددی جناب آقای استاد خروش با توجه به صحبت های آقای مجددی تنها مسئله تاجیکستان، پاکستان، افغانستان و روسیه نمیشه گفت که تمام کشور منطقه در ارتباط با تامین امنیت افغانستان در شرایط فعلی که کنفرانس را که به وجود آوردن و در اون نشست شرکت کردن شاید خالیگاه های در کنارش وجود داشته باشه ببینید مسئله مهمتر مسئله ایران هست، هند هست و ترکمنستان هست و بعضی کشورهای دیگر که مثل چین شما فکر میکنید آیا تنها این چهار کشور نشستشون میتونه تضمین کننده این موارد که آقای مجددی فرمودن داشته باشه؟ قطعا نمیرخم است یعنی چهار کشور ایره که شما در نظر بگیرین پاکستان، افغانستان، تاجیکستان و روسیه این چهار کشور درست است که کشورهای منطقه هستند اما کشورهای زیادی را ما داریم که در این اجلاس غایب هستند اما من فکر میکنم این اجلاس ظاهرش موضوع مواد مخدر و تروریسم است روسیه در ورای از اجلاس من فکر میکنم دنبال اهداف بسیار بلند مدت و اساسی تر است دقت بکنید یک صاحب نظر فرانسوی در کتاب خود که زندگی پادشاه های روسیه را نوشته کرده گفته روسیه همیشه مثل یک خرس قطبی میمانه که گاهی به خواب زمستانی فرو میره و زمانی هم که بیدار میشه با یک نیروی بسیار عظیم کشور بیدار میشه و همیشه یکی از قدرت های تراز اول جهانی بودم در حال حاضرم من فکر میکنم همین اتفاق در حال افتادن است روسیه بعد از فروپاشی شوروی بسیار ضعیف شد یک دوره نقاهت را طی کرد اما در زمان پوتین روسیه یک دفعه دیگه اعتماد به نفس از دست رفته را به دست آورده دوباره در حال قدرت یافتن است و ای در حال است که رقیبای جهانی خود هم در جاهایی میبینه که قبلا حوزه نفوذ سنتی روسیه تلقی میشد یا به تعبیر دیگه حیات خلوت روسیه تلقی میشد که کشورهای آسیای مرکزی باشه و افغانستان هم از یک نظر در همین حوزه جای میگیره خب با توجه به این مثال من فکر میکنم روسیه خودش هم میفهمه که دولت افغانستان در حال حاضر توانایی لازم را برای مهار مواد مخدر نداره تاجیکستان هم در این عرصه کاری نمیتونه بکنه پاکستان هم کار زیادی نمیکنه من میتونم حرکت روسیه را و انتخاب آگاهانه و مشخصش که افغانستان و پاکستان و تاجیکستان را برای اجلاس انتخاب کرده ذیل یک مورد دیگه تحلیل بکنم به این معنی که روسیه در حال گسترش نفوذ منطقه‌ای خودش است روسیه پاکستان را بسیار آگاهانه و مشخص انتخاب کرده چرا؟ به خاطر از این که رقیب پاکستان که کشور هند باشه
در عرض 2 سال گذشته روابط خود بسیار با غرب گسترش داد. این در حال بود که در قبلا بیشترین تبادله نظامی و تجارت را با روسیه داشت. یک زمین کنارش ایران هم هست که روابطش با غرب، بله به اون میرسیم. این یک زنگ خطر است بر روسیه. روسیه بلا فاصله سراغ رقیب هندوستان که پاکستان باشه رفته. یک موضوع. موضوع دیگه، پاکستان هم علاقمندی خاص خود به اجلاس داره. درست است که پاکستان بعد از حمله 11 سپتامبر در کنار امریکا قرار گرفت و سعی کرد که یک همکاری همه جانبه با امریکا داشته باشه، اما به این معنا نیست که سیاستمدارای پاکستان و مخصوصا سازمان اطلاعاتی پاکستان از عملکرد امریکا در افغانستان و به ویژه پاکستان راضی باشه. پاکستانی ها هیچ وقت نمیتونه قبول بکنه که هواپیماهای بدون سرنشین امریکا بدون محدودیت پاکستان را بمباران کنه. این هم نقص حاکمیت ملی پاکستان است، درست است که یک هماهنگی داره، و هم میتونه مردم پاکستان را بر علیه حکومت پاکستان بشورانه، و این چیزی است که از دید سیاستمدارای پاکستانی پنهان نمیمونه. بنابراین رفتن رئیس جمهور پاکستان به اجلاس به نحوی معنادار است برای امریکا. خب با توجه به صحبت‌های شما، تکمیلی صحبت‌های شما، من این سوال رو می‌خواستم طرح کنم، اینطور که هم پیشتر اشاره کردم، با توجه به اینکه روسیه این 3 کشور را انتخاب کرده، در مقابل نیروی مهار دیگر از کشورهای دیگر وجود داره. مثلا شما ایران را مثال بزنیم یا چین را مثال بزنیم یا مثلا هندوستان را، خب جایگاه اینا چی میشه در اینجا؟ من فکر میکنم پاکستان یکی از کشورهایی است که در منطقه نقش بسیار اساسی دارد در جهت منافع روسیه، اما با توجه به کشیدگی ها و اختلافاتی که بین امریکا و ایران وجود دارد، روسیه از ناحیه ایران زیاد نگران نیست. در هر صورت در حال حاضر ایران به روسیه نیازمند است و میتونه روی همکاری های ایران همیشه حساب بکنه. اما اینکه چرا به این اجلاس دعوت نکرده، اما طور که در جریان هستیم در این اواخر روابط سیاسی روسیه و ایران و دلیل مسئله هسته‌ای و همچنین اظهار نظرهایی که مقامات ایرانی داشته به ارتباط همکاری های روسیه با امریکا به ارتباط مسئله هسته‌ای، رابطهشان یک مقداره که سرد شده و میتونه این دعوت نکردن هم به نحو معنادار باشه. و از طرف دیگه در حال حاضر روسیه نمیخواد به نحو امریکا را آزرده بسازن، بالانس میکنه روسیه بین ایران و سپاسگزارم آقای خروش. جناب آقای دکتر فضل‌الله مجددی، چون صحبت هایی که تا این لحظه شده تقریبا مثل یک زنجیر به هم دیگر وصل است، من خواستم در ادامه صحبت های جناب آقای استاد خروش شما بفرمایید که با توجه به اینکه روسیه این کشورها را انتخاب کرده برای اجلاس و در ظاهر مسئله مواد مخدر و مبارزه با تروریسم را مطرح کرده، ایران یکی از کسایی است که در منطقه از ناحیه مواد مخدر متضرر است و مقصد به دایان ها که افغانستان مرکز مواد مخدر در کشورهای منطقه است و صادرات هم چی از ناحیه ایران صورت میگیره به کشورهای مثل ترکیه و بعد اروپا و چی از تاجیکستان به طرف روسیه و از اونجا باز به اروپا. آیا فکر نمیکنید در شرایط فعلی وجود بودن ایران در این اجلاس ضروری میبود؟ اگر قضیه مواد مخدر صرفا متعبیر کنیم، فکر میکنیم روسا علاقمندی نداره ایران در قضیه مواد مخدر اشتراک داشته باشه، چون ایران در موضوع مواد مخدر خودشون موفق هستن، مبارزهشون موفقانه پیش میره. بود دروازه است که به طرف اروپا است نه به طرف روسیه. علت ظاهری روسیه میخواد که دالان تاجیکستان، افغانستان و پاکستان دو استفاده را ببره، یک در بحث مواد مخدر، دو در بحث توریسم که منشأ و منبع و بسلا سیر و ترانزیتشان است. اگر موضوع واقعا موضوع صلح منطقی مطرح یا آینده صلح در افغانستان در منطقه مطرح باشه، بدون شک کشورهای بزرگ منطقه مانند ایران، هند و چین نقشش تاثیرگذارتر نسبت به تاجیکستان و پاکستان خواهد بود. ما فکر میکنم که روسا میخواد با یک هدف تاریخی دیگه خودم که از روی نظامی نرسیدن، میخواد از روی صلح‌آمیز و از روی ترانزیت اقتصادی خود برسن، که هم خوابهای پتر کبیر و تزار روس است که همیشه میخواد با آبهای گرم خود برسن. ما فکر میکنم در پهلوی ازی که مشکلات منطقی خود یا حل میکنه از نظر مواد مخدر و از نظر مواد مخدر توریسم، یک کانال اقتصادی رو به طرف بندر کراچی و گوادر هم روسا باز میکنند که تا با آبهای گرم که خواب دیر نشون و از روی نظامی نرسن به یک طریق دیگه برای خود برسنند. دیگه طوری که استاد محترم هم اشاره کردن، روابطی که هند با آمریکا داره در وقتا با متکی به خود هم در قدرت اتمی و تسلیحاتی زیادتر متکی به روسیه نیستن.
روسا به نفع هند هم میفهمانند که اگر زیادتر از خط قرمز عبور بکند اونا میتونه معامله ایران با پاکستان بکند و قضیه پاکستان افغانستان نزدیکیش بسیار به ضرر هند تمام میشد. به این لحاظ روسا میخواد در یک وقت چندین هدف چیکار کند. ممکن اونا روسا در بکنند که ایران نقش وسیله اساسی در منطقه در خاطر تامین سال دارد، اما علاقمندی از اونا در این قضیه نیست. اگر ایران دو اشتراک کند در اون کشور، اگر چهار کشور یا چهار که پنج کشور می بود، باز معادله قدرت چربی زیاد به طرف ایران می بود نه به طرف روسیه، چون ایران در اینجا دست بالاتر می داشت. روسا میخوان سه کشور آسیب پذیر منطقه را که تاجیکستان، افغانستان و پاکستان هر کدام معضلات داخلی و خارجی دارند، اینا رو در پای خود داشته باشند. به نظر من به این خاطر وقتی که ایران اونجا اشتراک میکند نقش خود روسیه اونجا کم رنگ تر میشه. جناب آقای استاد خروش، شما بفرمایید که برای افغانستان چی میرسه؟ یعنی در افغانستان